شهرام، شهرام پری، چی شده؟ کجا بودی؟ چیکار داری می‌خوری؟ زن صورتش کیسه داری آب می‌پاشی رو صورتش؟ بچه‌ها این آب طلا مال خوردنه نه مال پاشیدن. طلاهاشو که نمی‌پاشم که. چرا؟ با تو بچه قربون اون چه شه قهوه‌ای دارم. اللهم صل علی محمد. شده. چیزی می‌خوام در باز کنم. نه بابا در نیست. هیچ شوناشو یه ذره ماساژ بده. یه ذره سرحال بشه. نشسته بودی اینجا؟ چشتو بستی حالا باز کردی؟ ببینم. نه بابا این دمه چیز افتاده. بچه من نگاه کن چیکار کردی با خودت؟ چیزی زدی؟ راستشو بگو. حرفای میزنه چی زده؟ بقیه چیزایی ندیده و نشنفته؟ مامان کجاش ندیده و نشنفته؟ تو بیمارستان باید بیاییم ببینین چه آتاشخالایی میزنن چه حقی حرفای میزنه اکثرم بی اعصاب میرن. نکن ببینم بابا تو چی میگی؟ اینا چی میگن؟ تو چی میگی؟ تو چیکار کردی با خودت بچه؟ ای بابا حالا تو شهرام عصبانی نکنم ولی نمیکنم. من سیگارم نمیکشم این حرفاش چی داریم به من؟ اولش هم همه همینو میگن سیگار نمیکشم. اینشون کنه ببین چیه بلای سر بچه های مردم میارن. بابا میگم من سیگارم نمیکشم چرا از این کبریت چیه را تو جیبه؟ کبریت سایه سرم کبریت دست تو بود. دو ساعت آشپزخونه رو زیر رو کردم میخوام چایی بذارم. بده من بده من بگیر بابا دست همه تو من دیوونه شدم. داداش من میگم که چیزی یه تست ازش بگیریم از این وای همه تو دیوونه شدی. حالا چرا اینجا نشستید؟ بلنشید برید به کارتون برسید. نشستیم بالا سر این بچه مریض دارین حرف میزنین خاطره تعریف میکنین؟ مگه خودتون اتاق ندارین؟ مگه با شما نیست؟ باشین برین دیگه. مگه پیش بچه‌م هم با خودت هم هستم شفی. پاشو برو. خیلی خوب بابا. ای وای زنگ میزنن مادر واکنو. تو بمون من میرم. من باز آجی جا من هستم. آدم یا در میزنه یا زنگ میزنه دیگه چه خبره؟ سلام. سلام شمایی؟ احوال شما؟ خوب هستی؟ خوبی؟ بفرمایید بفرمایید. ببخشید بعد موزم شدم. خواهش میکنم بفرمایید. شهرام جان هستی؟ بله. اتفاقا چه خوب شد اومدی. شهرام یه ذره چیز شده. امروز سرمو خورده؟ نه 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 یه ذره حالش مسموم شده؟ نه شهرام. کسی دعوا کرده؟ نه آقا اجازه میدی من بگم؟ مشکل روحی پیدا کرده. دیوونه شده. نه آقا شما چه اینجوری شدین؟ شما چرا ناراحت شدین؟ چی شده؟ در دیوارو میبینم سیاه حالم بد میشه. یه دفعه توهم زدم بودم نکنه تو میشد. تو میدونی من چش ندارم این آقا فریدون رو ببینم اما امروز تو به زهرا خیلی زحمت کشید. آره بابا خیلی چه صدایی هم داشت دیدی؟ اونو ندیده همه زحمتشو جبران میکنه. یا الله سلام 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 نه ممنون همینجور خوبه تو داشت الهی من بمیرم من بمیرم تو رو نبینم اینجوری تو بستر بیماری داداش چی شده؟ به تو چه ربطی داره؟ ای شهرام آدم نوشوار با انگوش با مخرج سپری تو حرف نزن نه شوخی میکنه شوخی داریم با هم نه شوخی نمیکنم به تو ربطی نداره میگم آره بابا یه خورده حالش بده ببخشید این چیزی خورده به سرش؟ اتفاقی افتاده؟ آره یه چیز خورده تو سرم دیوونه شدم یه چیز خورده تو سرم شهرام دادا چرا اینجوری میکنی؟ باشه بگو چی شده؟ برو تو اتاقه دینو برده ببر کن نه به من اول بگو چی شده؟ برو تو اتاقه ببینم باشه برو تو اتاقه ببینم مگه غیر از اینه که من با تو عین کف دست صاف و زلال و بیریا بودم؟ داداش من که همینجوری بودم تازه بهبهی ترش بودم با تو اروا خیکه تو اینجوری بودی؟ میومدی هزار تا خالی میبستی بعد میرفتی پشتر به نفهمی های ما میخندیدی چه حرفیه داری میزنی بابا یک کلمه هم بگو چی شده چه اتفاقی افتاده دنبال شادی بودی دنبال بازی بودی دنبال این بودی این بیست آب چیه تو تنت بره بالا آدرنالین دادا چه حرفی چتونه شما برای این خروس جنگی دارید میپرید به هم دیگه چته شهرام بابا اوستما یه سری بدخوا دارم اونا اومدن پشت سر من یه حرفی به این زنه اینو اینجوری کردن آقا یک کلمه هم بگو بیجا کرده هر کی بدخواهی تو بوده بابا جان مگه خواب بودم که حرف نزن بابا 10 دقیقه بیشتر میخوابیدی جوجه ها میزد بیرون ازت شهرام جان قربونت برم آدم که با مهمونش اینجوری رفتار نمیکنه ندیدی صبح توی بهیزهرا چاره اونی زحمت کشید مادر
برم چون بفرمید شما بفرمید دست به من نمیزنی دست به من نمیزنی از الان به بعد ما این بره خط شما اون بره خط اسم منو کس و کار منو دیگه نمیاری میری پیش همون ننه بابای دکترت بچه دکتر یه صد در زنگ بزن بودو دادش ما باید با هم یه حرف بزن هیچ حرفی بین من و تو نمونده گوشم از حرفات پره گوشم از خالی بندیات پره دیگه ظرفیت ندارم هیچی ازت بشنوم فقط بهت بگم اگه مزاحمتی برای خانواده‌ام ایجاد کنی به خاک سیاه میشورمت داداش شما رفیق ما بودی دمت هم گرم برو بگو یه رفیق داشتم یه مدتی مچلش میکردم حال میکردم با بقیه میخندیدیم هری یکی صده داره بگیره با عزت گمشا وحشی شدی؟ دیوونه شدی تو خونه من؟ با تو هم؟ دردت چیه بچه؟ کل زندگی نامش دروغ بود باورتون میشه بابانانش دکترن؟ آره خودت گفتی پدر مادرش دکترن بله منم گفتم منتها نه این شکلی خب دکتر مگه چه شکلیه بچه؟ اوسا ارباه خاک باباننت ولمون کن بذار ببینیم چه خاکی میتونیم تو سرمون بریزیم عجب پررو شده این بچه سایی سرم به خاطر من کتا بیایی چی نگو شهرام الان قاطیه حالش باید آخه زن تو که مادرش هستی نمیدونی این بچه چرا اینجوری کرد من نمیدونم برای من مهم نیست فقط میدونم شهرام پر این کاری بی خود نمی کنه ماشای جمعه پسرم تو نمیدونی چی شدهش اینا اینجوری کردن من چه میدونم بابا جان ما دنبال جوجه هم بودم حالا من یه شوخی با تو کردم جواب منو بده چیزی از اینا دیدی راستشو بگو بگو ببینم من چیزی انا زیاد دیدم چه میدونم کدومش چی دیدی اصلا نمون چه الو سلام پوره خانم شما این؟ بله بله خودم هستم آقا فریدون باید یه چیزی بهتون بگم بفرمایید اتفاقی افتاده؟ راستش الان موقعیتم خوب نیست نمیتونم خیلی حرف بزنم اگه لطف کنی فردا بیم بیمارستان اونجا با تو صحبت میکنم پوره خانم ببخشید شرمنده من نمیتونم یعنی الو پوره پریز غذایی نداره؟ نه چیز مهمی نیست غذاشو میخوره همون غذایی همیشه همون غذایی هم که نمیشه بله بله همون غذا بله من به تو میگم بله تشکر بعدم عزیزم صحنا که نخورده که چشم اول کرد چی بود؟ چی؟ هیچ خب بره ببخشید دکتر من میتونم یه لحظه برم یه کاری پیش اومده انجام بدم سری برگردم بخیر شما نمیتونید شما کار دارین خانم پانسمان چه عوض میکنی چشمش هم میشوری چشم امروز شیفت این دکتر بد اخلاقه است اصلا انقدر خشنه به همه چی گیر میده یه لحظه مهربونی و عطوفت به خرج نمیده مگه این دکتر اینجا هم کار میکنه آره دیگه مگه کجا کار میکنی جان میشناسینش من نه نه من اصلا نمیشناسمش نه میگم که این دکترها زیادن تو این نه بابا این فرق داره اینجا این حکومت نظامی میشه وای میسته اینجا همه باید ردیف شن دست به سینه به اوامر ایشون بشن این دکترها خیلی تو مخن دیگه خیلی تو مخه بله متوجه هستم میخواستم بهتون بگم که پونه خانم من خیلی دوست داشتم یه لحظه ببخشید آزین اینو دکتر اومد در کاری داشت براش انجام بده آقا فریدون جانم
ببخشید. می‌خواستم بهتون بگم که من خیلی دوست داشتم بیام اینجا ببینمتون، ولی میدونستم که نباید بیام اینجا ببینمتون. یعنی چی؟ باید میمانی یا نباید میمانی؟ نه، منظورم اینه که من نباید میومدم اینجا ببینمتون. خب خیلی دوست داشتم بیام ببینمتون. خب نمیومدی نگه دوست نداشتی؟ نه، دوست داشتم که دوست داشتم که این جنازه رو بردن، اصلا حال من بد شد، اصلا خوب شد. من میگم که میخواییم بریم اونجا راحت‌تر با هم صحبت کنیم. کجا؟ اونجا. نه ما که داشتیم همون بری میرفتیم که. بله بله، یادت راحت. آقا جان چی شده؟ مطمئن من تماس میگیرم خدمتتون. خداحافظ شما. سلام آقای خانم. این خانم عزیز بچه سلام. همین چه تشریف دارن رفتن انتهای سال. خانم عزیز تشریف بیارید. خانم شما اونجا چی کار میکنم؟ من هیچی همینجا بودم، به خانم وزیری گفتم اگه کار داشتین بهشون بگی. من با شما کار داشتم، نه به خانم وزیری. خانم وزیری کارشون رو انجام میدن، شما باید کارتون انجام بدید. چشم، درست، ببخشید. شما یه سری به مریض اتاق 212 بزنید ببینید حال چطوره، تبش نرفته باشه بالا. چشم. اینو من باید به شما یادآوری کنم واقعا؟ عجیبه ها. چشم، من تازه تبشو چک کردم. بازم سر بزنید خانم، تبشو دوباره چک کنید. بفرمایید. چشم. آقا فریدون. شما چرا اینجا، این چی شده؟ اینجا خوبی؟ نه نه چه جوری بذار آقا دکتر. نه 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 دکتر بابا چرا چرا دکتر میخوام بگین؟ خیلی من چیکار به دکتر دارم؟ دکتر بد اخلاق بودش چیکار کنم؟ شما خیلی بد اخلاقین. پول خانم ببخشید، عذرخواهی میکنم، ببخشید من بعد حرف زدم. میتونم یه چیزی بهتون بگم؟ بعد حتما یه مسئله رو بهتون بگم. شما بعد یه سری چیزا رو به من توضیح بدید. براتون توضیح که میدم، ولی خب بریم یه جای خوب که خوب بتونم توضیح بدم. چیه؟ داره باید بیان یعنی شما بهشون بگید که یکم حرسش کنن. من که مسئولش نیستم که، من نمیتونم. خب شما توی بیمارستان کار میکنید دیگه. حالا من خیلی کار دارم، میگین چی میخواستین بگین؟ راستش میخواستم بهتون بگم که بگین راحت باشین. چجوری بگم؟ خواستم بهتون بگم که بیایم اینجا بشینیم راحت تر صحبت کنیم، چای بخوریم، جای دنجی هم هست، باحاله، با صفاست. بفرمایید. بفرمایید. شهرام به شما چیزی گفته؟ اینکه دروغ گفتین؟ من دروغ نگفتم به شما هیچ وقت. به شهرام دروغ گفتین؟ به شهرام؟ شما گفتین یکی دیگه این، ولی یکی دیگه بودین. من یکی دیگه؟ بله. من یکی دیگه بعد یکی دیگه بودم؟ بله. یعنی چی؟ من فریدونم دیگه، من یکی دیگه بودم یعنی چی؟ بله فریدون هستین، ولی شهرام فکر میکرد فریدون یکی دیگه است، یعنی یکی شبیه خود شهرامه، ولی شما شبیه خود شهرام نبودین، شما یه فریدون دیگه بودین. من فریدونم، مگه قرار بود شبیه شهرام باشم؟ که اون من دیگه من نیست، یعنی اون من خودم نیست. من چطوری باید شبیه شهرام باشم؟ خب من فریدونم دیگه، من فریدونم با خصوصیات فریدون. آخه دیگه پول خانم. بله. چی شده؟ من میتونم بشینم اونور. چی شده؟ چرا؟ سیاتیکتون میاره؟ نه 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 فقط بشینم. نه نه هیچ نشده، فقط دوست دارم بشینم اونور. فرقه اگه امکان داره من بشینم اونور راحت ترم. من به شما میگم فرقش چیه. من اصلا منظور شما رو اصلا متوجه نمیشم. دوباره گرفت؟ نه 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 این دفعه یه چیزی گرفت. دستشوی اینجا کجاست؟ دستشوی همین الان واجبه. تو بخواین دستشوی رو پیدا بکنید دیگه، کار از کار گذشته. چه زود برگشتین؟ دستامو شستم دیگه. وسوسین؟ نه من چای ریخته بود تو دستم، یکم دستم لوش شده بود، بردم شستم. خوردین که کارو همه رو نوشه جانتون؟ من بگرم نمیخوریم. نه 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 اصلا برای شما گرفتم. ببخشید. میگم پول خانم، میخوایم بریم یه جای مناسب بشینیم اونجا راحت با هم دیگه صحبت کنیم. اینجا مناسبه دیگه. میگم راستیتش چجوری بگم بهتون؟ ببینید من قبل از اینکه آقا شهرامو ببینم، یعنی اصلا با شهرام رفیق شم، خب خیلی تنها بودم، با کسی رفیق نبودم اینا. یه شهرامو دیدم، دیدم چقدر باحاله، چقدر با عشق اند مرام و معرفت دیگه. حالا خیلی باش خدا نکنه خیلی باش دیگه رفیق شدم. بعد
به خاطر همینم دوست نداشتم اصلا شهرام بدونه من کجا زندگی میکنم، اصلا با مامانم کیه، کجا زندگی میکنم، اصلا دوست نداشتم اصلا بدونه اصلا با مامان من دکترم، من بچه بالام، چون همیشه میگفتش که بچه راکفلرای بیورزه پولدار. خب دوست نداشتم این تیکا رو هم بگه. موقعی هم که اومدم خونه شما دیگه شما رو دیدم که دیگه همه چی تموم شد دیگه. تموم شد؟ سلام. اصلا نمشد. تموم شد؟ یعنی که دیگه دستم لرزید. ترسیدین از من؟ نه، دلم هم لرزید. دیگه نمی‌دونستم باید چیکار کنم. دیگه چجوری به شهرام بگم؟ چجوری به شما بگم؟ چجوری به حسینا بگم؟ دیگه با من ازدواج می‌کنید؟ بله. بله، چقدر زود گفتیم بله. من گفتم بله. بله، شما گفتیم بله. الان گفتم با من ازدواج میکنی، گفتیم بله. نه، سوالی بود، گفتم بله. بله. نه، گفتم نه، من چی شد؟ خانم معزز شما اینجا چیکار میکنید؟ ببخشید، من زیر فشارم افتادم. فشارتون شما به مریض سر زدین؟ نه. تبش گرفتی؟ نه. پانسمانش کردی؟ نه. پس شما چیکار داری میکنین؟ ببخشید. بفرمایید خانم. چشم. بفرمایید سر کارتون. چشم. بخواست. خسته نباشید. سلامت باشید. دکتر میخواد برم غر میزنه. دکتر هم دیگه آخه اینقدر غر موقع رفتن دیگه به اینم میگن دکتر. این که به جامدات و اینا میکنم بنده خدا دکتر. این از جامدات هم بدتر. حالا جامد مایه گاز حالا هرچی. اصلا من میگم همه حرفایی که زدم شما فراموش کنید، اصلا هرچی که گفتم شما فراموش کنید. همشو؟ نه همشو که نه، اون دست و دلم لرزید و اینا رو که باشه. من فقط یه سوال دارم خدمتتون. شما اصلا فرض کنید که من نه بچه بالام، نه چه میدونم مامانم دکتره، نه با اصلا شما اصلا فکر کنید من یه لپ پیرن دارم، همین یه لپ پیرن، شما با یه همچین آدمی ازدواج میکنید؟ بله. الان دیگه گفتیم بله دیگه. الان همین الان گفتیم بله. نه آقا فرید. بله. نه. گفتیم بله. نه 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 صبر کنین. نه، شما باید به مادر پدرتون بگین بیاد با بزرگتر من حرف بزنه. حالا شما فرض کنین که اصلا نشد بگم. پدر مادر من نمیمنن با بزرگتر صحبت کنن. بعد اون موقع با یه همچین آدمی با یه همچین آدمی میتونین زندگی کنین، میتونین با من ازدواج میکنین. بله. دیگه الان دیگه گفتین بله. دیگه الان دیگه الان دیگه گفتین بله دیگه. آفرین، اینا همش سوالیه. نه هیچ که الان این آخری سوالی نبود. نه سوالیه. شما یعنی میخواین بگین که مادر پدرشون راضی نیستن که شما ازدواج کنین؟ نه نه، اینکه راضی نباشن. حالا من میگم که شاید اصلا نشود. شاید مثلا آهان، یعنی راضی نیستن که با من ازدواج کنین. پور خانم شما. دیگه پدر مادرن دیگه، حالا اونها بعدن راضی میشن. اصلا شما چیکار؟ اصلا شما فرض کنین که من اصلا قید همه رو زدم. قید ماشین، خونه. قید پدر مادرتون هم زدین؟ مطمئن بودم میگین نه. آفرین، مردی که قید پدر مادرشو بزنه یه روزی هم قید زنشو میزنه. آفرین. بله بله. پونه خانم، من آخرش جوابم نگرفتم. چی شد؟ بیا ماشا اینجا ببین، خیابون خیلی شلوغه، مشتری اینجا زیاد داری، تو بچسب به کار مشتریشم جور میشه. باشه دو مهدره البته یه ذره کار داره، انشالله یه هفته اینجا کار بکنیم. من خودم کاشی کارم، تمام این کاشی ها رو عوض میکنم، برای سرامیک میزنم. بعدش هم اینجا رو بعد همه رو کمک میکنیم، یه هفته این شهرام هم کمک میکنیم، اینجا رو برای دوبرا میکنیم انشالله. خب چه ته همینجوری بخ کردی؟ خدا پدرشو بیامرزه، این همه کار کرده برات. رفت شایسته یه الان گیر قوم یعجوج مجوج افتادم من. ماشال جان چته تو؟ راست میگه دیگه، واسه چه اون رخ بایستدی اونجا؟ خودت تو جمع جور کن بچه، من به خاطر تو این مغازه رو گرفتم. نمیتونم بابا جان. چرا؟ هرچی فکر منم میبینم این دفعه دیگه اصلا راستی دلم گیره. بس عاشق شدی؟ خب این چیز بدی نیستش که. بذار ببینم، حالا عاشق شدی هزینه هم دادی؟ مالی؟
مالی، عرفی، جانی، جسمی، حالا هرچی. ها چند دفعه حرف زدم باش بچه جون. حرف که باد هواست. من میگم واسه دوست داشتنش هزینه دادی؟ آره؟ این شهرها نگاه کن، یه سیاهی گرفته دستش، تمام تهرون داری میگره واسه رضایت. تو چیکار کردی؟ واسه عشق چیکار کردی؟ بس بچسب به کار دیگه بابا. با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه ماشال جون. اخباتو بکن، بیا بگیر. چیکار کنم؟ اینو بکن تو دلت که قفل دلت باز شه دیگه بچه. به به، خوب مادر پسر با هم خلوت کردیم. رسیدم به خیر فریدون خان. این روزا خوب زود به زود دلت واسه خانواده تنگ میشه. اتفاقا آقا ما هم دلمون براش تنگ میشه. الهی قربونش برم من. بیا مادر بخور گلو تر بشه. ممنون. قربون اون قد و بالا برم. قرار اینجا بمونه خاله نعیمه. انشالله انشالله. نه قرار نمونه. میمونی ماما میمونی. فریدون درست صحبت کن، لحن صحبت کردن تو درست کن. چشم دوکی جون. چشم آقای دکتر. دوکی جون صد بار بهت گفتم ما پدر و مادر توییم، نه خانم آقای دکتر. نمیخواد جنجال بپا کنی، بذار هر چی دلش میخواد بگی. الانم فریدون خسته است. آره فریدون خسته است، الان خیلی هم خسته است. خسته است از این همه اتفاقات بد. بابا بلم کنه بذاری زندگی ما بکنم، دست از سر من برداری. زندگی بکنی؟ این زندگی تو داری؟ دوستش دارم. اصلا من فکر میکنم یه سوء تفاهم کلی بین ما پیش اومده که باید حلش کنیم. آره ما خیلی وقت ما از بچگی سوء تفاهم داریم که اصلا حلم نشد. بله از بچگی سوء تفاهم بوده که هر چی دلت خواست مسد انجام دادی. گفتی یه مدت تنها زندگی کنیم، گفتی بفرمایید تنها زندگی کنیم. گرچه میدونستی من و مادرت مخالف بودیم، رفتی تنها زندگی کردی، غافل از این که پدر مادر من همین خانم شب نصف شب از خواب بیدار میشد که بچم کجاست، بچم کجاست، بچم چی شد. بفرمایید توفت نیست. اصلا آمار منو نداشتین شما که؟ آمار لحظه به لحظه منو داشتین که. همین که داشتم، همین که میفهمیدم تو کجا شبا میخوابی دونستنش کافیه. فریدون جان چرا نمیخوای بفهمی که ما نگرانتیم؟ آقا نگران نباشین، بذاری من زندگیمو بکنم، فقط یه کوچولو به من اعتماد داشته باشین. بابا ولم کنید. ما به تو اعتماد داریم. نه اعتماد نداشتین. اگر اعتماد داشتین میذاشین اونجوری که دوست دارم زندگی کنم. اگر اعتماد داشتین میذاشین به اون کسی که دوستش دارم زندگی کنم. بابا ولم کنید، دست از سر من بردارین. آها همه این حرفا رو زدیم که باز دوباره به اینجا برسیم. نه نه ببین فریدون جان، تو الان داغی نمیفهمی، احساساتت بر عقلت غلبه کرده. بعد که عقلت اومد سر جاش میفهمی که با جوونی تو، خودت تو، زندگی تو، ماها چی کار داری میکنی. با شما اصلا در مورد اون دختری که من دوستش دارم چی میدونید؟ در اتاق خانوادهش چی میدونید؟ در اتاق مهر و صفایی که تو اون خونه هست چی میدونید؟ هیچی نمیدونید. پس چرا الکی دارین پیش‌داوری میکنید؟ آقا ما با هم فرق داریم. آره ما با هم دیگه فرق میکنیم. من شما رو نمیگم، من خانواده رو میگم. ما با هم تفاوت داریم. من نمیگم اونا آدم های بدی هن، هرگز آدم های خوبی هن. ولی همین تفاوت ها واسه مشکل ساز میشه. این دختر میخواد بیاد تو خونه زندگی ما که چی بشه؟ دو کلوم حرف حساب داره که با مادر شوهرش بزنه. میخواد با شما زندگی کنه؟ من هیچی، با بابا چی؟ آه میخواد با بابا زندگی. آقا مغلطه نکن تو هم. من با این فریدونی که الان روبروم نشسته آسمون جل شکست خورده، با این کاری ندارم. با فریدونی کار دارم که دانشجوی پزشکی بوده، بعد افتاد رفت تو خیابون لجبازی کرد، هر کاری دلش خواست کرد. با اون چه وچه مشترکی داره؟ ببخشید من اصلا مثل شما فکر نمی کنم مادر جون. بله نبایدم فکر کنی. آقای محترم اگه شما انتخابت همین باشه که داری میگی. لا اله الا الله باید قید این خانواده رو بزنی. تمام، خوش گذشت. بشین سر جات. ممنون از پذیرایی. گفتم بشین. خاله نعیمه با خودی تو ما این کارا رو نکن. سویش منو بردار بیار. اومدم خاله، اومدم قربونت برم. بفرما میموندی خاله؟ برای شام فسنجون مار گذاشتم. ها از اون فسنجونای بهبهی؟ از همون فسنجونای بهبهی. خداحافظ فریدون. آقا جلوشو بگیر، من دلم شور میزنه. برو بسلامت. ببخشید زحمت دادم. زحمت خونه خاله. آقا دم اتو
اتوبوس پیادهش کنی یا جان منه. آقا دست خیلی نگران نباش، خدا پدرت برو به سلامت. سلام علیکم. سلام. سلام استاد. سلام علیکم نازر خانوم، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون شما. آقا چطوره؟ خیلی ممنونم. خوب هستین؟ قربان شما. خیلی چطوری؟ خیلی ممنون. سلام برسید. چاش قربان شما. قربان شما. بریم تو دیگه. تو مرغم پری. چی؟ درکس خانم بود زندگیم رفت. کجا داری میری؟ برو دنبالش، برو دنبالش، الان در صد درست می‌کنی. من چی کار کنم آقا؟ خدا به من صبر بده. برو بابا، برو. باشه. بچه‌ای. بابا. تو رو خدا بگاز بگاز بگاز، خواهش میدم ازت، هر چی تو رانندگی بلدی رضا وسط اصلا فکر کن مثل قدیم که میرفتی دوزی داری الان میری دوزی. برو برو دیگه داداش، برو. چه فیصل رفتی تو بابا؟ برو خواهش میدم، هر چی که بخواد کنی در همین رکومت کنی. ای بابا، کدوم آدم بی دقتی به تو گواهی نامه داده که تو اینجور بل وقت خاموش کردن بود الان؟ من تا نگی چی کار داری قدم از قدم بر نمی دارم. بابا شهرم جان مادرت، برو، میخوام زندگیمو بسازم، میخوام برم جایی که یارم باشه، خانه میگیرم، آرشگری میگیرم، همه کار واسش میکنم، فقط برو نظر مرغ از قفس بپره. ببین اگه تاکسی رو بگیری، نرگس رو بگیرم، یه جوری حلالت میکنم که هیچ کس حلالت نکرده باشه. داداش بجا برو خدا نرفتی باشه. ساعت دو از تابونی یک خوشمندیم، هرچی سریع تر به محل اتوکار خود مراجعه. باشم دادش. چی میگی بابا؟ چرا خود تو صدا میکنی؟ تو غیرت میدونی چیه؟ یعنی چی؟ خدا مثل ناموس خوش بلند صدا میره اینجا. اما ببخش، همدان کجا میره؟ نه همه همدان میره. ای بابا آشال دیدش؟ آروم خلاص شدی، باید برم نیشابور. گفت نه، محله رو گرفتم ازش. دروغ میگه. دروغ هم کجا بود؟ جون شهرام. جون شهرام خوش خبر باشی. نوکرت بودم. دمت گرم. میخوای من الان پول دارم بلیط بگیرم باش بری؟ یه داشت حالا یک دو شب دیگه هم بارو تحمل کن، را دور نمیره که. چرا یکی دو شب دیگه؟ برو، من وسایلتم میفرستم بارو. میره والا داداش، عروس خانم داره میره. آقا فری این برا چطوری؟ چطوری؟ خوبی؟ خوبی؟ تنهایی رفیقا توشم. رفیق؟
تو رفیق واسه ما گذاشتی؟ ورود اینجا ممنوع ها. کی میخواست ورود کنه اونجا؟ رفیق با یه ماشین قشنگ اومده فیل نکنه. نه بابا همینجا با سلام اومدم اصلا کار داشتم. با کسی اومدی؟ نه با کسی نیومدم. چیه طبقم زدی؟ تنت خورده به تنه بیژن؟ با کسی نیومدی؟ آره میگم با کسی نیومدم دیگه. میگم راستین بیژنه چه خبره؟ بیژنه شونه خوبه دیگه بد نی. حالش خوبه؟ بد نی آره. طبقم نمیزنه دیگه. چه میدونم آره دیگه بهتره. الو سلام آسه چاکه شما نه آقا راسته نمیدین با چه تشکیلات این فری اومده. ببین چشم ازش بر ندار، قشنگ دنبالش کن ببینش حسابی. خب دنبالش باش نذار دست دره. فعلا که ما رو یه مدت طولانی بازی داده دیگه. اگه گمشون کنی ریز ریزت میکنم، میریزم تو کل گنجشکی میدم بخورنت. چشم هر اتفاقی بشه به تو خبر میدم. آره خیلی خوب. آره چش ور ندار گمش نکنی. برو ببینم چی کاری، منم در جریان باشم مدام. خدافظ. سلام. ببینم محمود جیم جیم رو نمیبینی؟ آقا تای سهله سوراخ‌موش گیر آورده رفته اونجا قایم شده. از قول من اگر دیدیش یه پیغام بهش بده. چشم. بگو ناصر گفت بابا تو که انقدر راجع به کفترات میگفتی و گرو میبندم اینجور گرو میبندم اونجور، بیا ببندیم دیگه. بیا این پوز ما آماده، بمال به خاک. آقا سگی کی باشه بخواد پوز شما رو به خاک بماله؟ تو پیغامو برسون. چشم آقا. پولم آقا یه خورده برای ما پول میزنی؟ گیریم. شما ضعفتون تک سوراخه. آره هرچی میریزی دینا. آقا کار میکنیم که بی پول نباشیم دیگه. باری کلا تو چقدر هم کار میکنی. ببین محمود جیم جیمو بکش بیرون، پول تو جیبته. آقا جیم جیم تو جیباته، تو هم پول تو جیبته. پاشو بریم. سلام خوشگله. سلام عزیزم. دیگه دارش ببخشید دیگه. نه با این چه هست شرمنده کنشه دامنی بعدا چه دیگه از امشب باید تنهایی تا صبح سر چیو؟ هیچی میگم از امشب دیگه باید بری با این اسبا در دلیل کنی. اسبا رو ما عادت کردیم به تنهایی بریشون قربونه. این کیه داره میاد؟ این چهرامه. نگی من اینجا میاد. چرا؟ نگو. وایستا. یا الله چطوری؟ مکرم اومدی استقبال هم نداره؟ نه و مهندس گفت این رو پیداتون نشه. چرا بابا؟ سگی بسته است. نه و مهندس گفته بابا بیخیال دیگه مسئولیت زیاد شده. خیلی خوب بگم داداش، خیلی بهت این مدت زحمت دادیم. نه با بیخیال چه حرفی جون تو شرمنده مون شردی. من نوکرتم. اله فدات چم داداش. یه جوری حرفی زنی اساسی شیدی. نه ما بچه های پایین هوای بالا به همون نمیسازه. باید جمع کنیم بریم زار زندگیمون همون پایین زندگیمون رو بکنیم. داداشم اینا چه حرفی هم؟ فدات چم. بزن حلال کن بارا. حلال. بابا ده بار ماشین و موتور رو گرفتیم رفتیم اومدیم انداختیم اینجا، یه چیکم بنزین نریخیم توش بیخیا. تو درست شدی داشت، اصلا میخوای سرنشو به نامت بزنم. بابا من خاک فاتم داداش. و من اجازه دارم روی این اسم تو قلم بگیرم؟ خودم قلم بگیرم. موکرتم داداش. امشب دیگه آقایی رو تموم کردی جون قربون. من موکرتم. اینم آقا قربون با اجازت. عشقم موکرم داداش. کاری با ما نداری؟ من نوکرتم. بازم حلال کن. میام بهت سر میزنم. موکرتم داداش. قربونت برم. دمت گرم. موکرتم. شهرام جونم مراقب خودت باش. قربونت برم داداش. مخلصی. داداش شهرام تو کل دنیا همین یه دونه شهرامه. مراقب خودت واقعا باش. تو خیلی خوبی. خیلی دوستت دارم. نوکرتم. قربو ها از این یارو پسره چه خبر؟ کیو میگی؟ همین فریدون دیگه. من باید خبر داشته باشم.
این یه جا حتما سرش گرمه، کارش تمومشه برمیگرده میاد. آره میاد. ببین جونم هواشو داشته باش. دارم خیلی دمت گرم. خیالت راحت. قربو جونم نمیخواد. ها نمیخواد. ولش کن. هواشو نداشته باش. ندارم ندارم. آره ببین ها داشته باشم یا نداشته باشم هر جور خودت حال میکنی. آ خودت عشقه. قربونه. برو موضوع خودت باش. خدافظ. رفت. آره ببین تو این بخشه تو بعد و از جا نمونه. باشه رفتی؟ بری قربونم بری. یه این ماشین قشنگا را کی میگیری میداری من اون وقت؟ بری مراقب خود باز. الو آقان هسته ظرفیت ندارم هیچی ازت بشنوم. اگه مزاحمتی برای خانوادم ایجاد کنی به خاک سیاه میشونمت. حالمو داری به هم میزنی ها؟ بیشتر این بابا زیر دیپلم باش لنگه خودمون. داداش این رفیق این رفیق مگه بابا؟ داداش از الان به بعد رفیق نشین دیگه. این همه کار برات کردم و کردم. به شهرام دروغ گفتیم. به شهرام؟ شما گفتین یکی دیگه این ولی یکی دیگه بودین. من یکی دیگه من یکی دیگه بعد یکی دیگه بودم. بله. یعنی چی؟ من فریدونم دیگه. من یکی دیگه بودم یعنی چی؟